خرافی بودن یا نبودن اعتقاداتمون رو به چالش بکشید. آیا تردید در اصول روحانی کارایی اونها رو کاهش نمیده؟ چجوری مسائل قید مادی راه خودشون رو به علم هم باز کردن؟ هیپنوتیزم و انرژی درمانی چه جایگاهی دارند؟ و آیا واقعاً اونچه در جهان اتفاق میفته، باید در قالب محاسبات علمی و عقلی صورت بپذیره؟ چجوری میشه خرق عادات طبیعی و علمی رو تعریف کرد و منطقی براشون پیدا کرد؟ دنبال سوالاتی از این دست در این برنامه هم چون برنامه پیشین من شاهرخ کوهستانی به اتفاق سایر همکارانم در باستاب میزبان دکتر پیمان رعوفی روانشناس بالینی در استدیو هستیم و فرزانه ثابتان مشاور تحقیقات روانشناسی از طریق اسکای. تا نگاهی داشته باشیم به خرافات و مرزون اون با مسائل اعتقادی و روحانی خوش آمدید به این برنامه باستاب داشتیم صحبت از این میکردیم در برنامه قبل که بعضی از این امور که اسم بردیم سعی کردیم موضع هر کدوم هم مشخص بشه در قبالشون چقدر میتونه صحت داشته باشه یا صحت نداشته باشه ولی از دیدگاه شخصی شما راجع به خواب یکم صحبت کردیم دیدگاه های خانم ثابتان هم شنیدیم شما قول دادید به ما یک کمی جایگاه علمی خواب رو هم برای ما بشکافید و بعد تو بحثمون ادامه بدیم بفرمایید بله ببینید اساسا زمانی که ما میخوابیم خواب ما میشه گفتش که در دو بخش اساسی وارد میشه یکی خواب عمیق و یکی خواب سطحی زمانی که ما خواب هستیم چندین بار این دوره های خواب سطحی به خواب عمیق تغییر پیدا میکنه و زمانی ما از خواب قرار بیدار بشیم که در خواب سطحی باشیم در خواب عمیق که هستیم اساسا بهش گفته میشه رم یا رپید آی موومنت زمانی که مردم که چشم حرکت میکنه و این زمانی هم هستش که ما در این خواب عمیق خواب میبینیم حالا خواب دیدن چه اتفاقی میفته وقتی که ما تو خواب عمیق هستیم مغز انسان مشغول دستبندی و ردبندی اطلاعات روزانه و هفتگی و ماهیانه خودشه یعنی زمانی هستش که کاملا اطلاعات رو داره پردازش میکنه و هر حافظه و خاطره ای رو جای خودش میگذاره حالا در این اتفاقی که داره میفته برخی از اطلاعات که ممکنه اخیر باشه یا قدیمی باشه جدید باشه یا مربوط به سالهای پیش باشه کنار همدیگه قرار میگیره و انسان این رو به عنوان یک خواب در ذهن خودش در زمانی که در خواب عمیق هست میبینه و این خواب به این ترتیب میتونه کار بکنه حالا من این مثال براتون میزنم که این بیشتر جا بیفته فرض بکنید یک آقایی است معمولا آقایون ممکنه مثلا به اتومبیل خیلی علاقمند باشن آقایی که علاقمند به اتومبیل هست در هفته یه کاری خودش میخواسته یک پروژه ای رو یه موضوعی رو انجام بده به نتیجه برسونه هر چه تلاش کرده نتونسته این رو به نتیجه برسونه و یک جور احساس کرده که این کنترل ازش خارج شده و این کار رو نمیتونه اونگونه که میخواد کنترل بکنه این آقا میخوابه در خواب خودش این رو می‌بینه که پشت فرمون اتومبیل نشسته بعد از یه مسافتی حرکت می میکنه. هرچی این فرمون اتومبیل رو داره تکون میده ماشین به اون جایی که او میخواد دیگه حرکت نمیکنه و همین حس و حال ها هست که ترس داره وحشت داره ممکنه از خواب بپره حالا جالب اینجاست که ما زمانی هم خوابمون یادمون میاد که به دلیلی از خواب عمیق بیدار شده باشیم قرار نیست ما از خواب عمیق بیدار بشیم قرار ما از خواب سطحی که خواب نمیبینیم بیدار شیم به خاطر همین هم هست که اکثر مواقع خوابمون یادمون نمیاد مگر به دلیلی مثل تغییر دما و حرارت اتاق مثل صدای بلند مثل اینکه پامون ممکنه درد بگیره میخوایم جابجاش بکنیم یه دفعه از خواب عمیق که بیدار میشیم این خوابمون یادمونه حالا این آقا این خوابش یادشه ب... برای اینکه از خواب عمیق به دلیلی پریده وحشت کرده یعنی کاملا موضوعی که ایشون در خواب خودش با عواملی که در تاریخ زندگی او اتفاق افتاده اتومبیلی که فرزند ده سال پیش داشته اتومبیلی که بهش علاقه داره و موضوع کنترله که براش اتفاق افتاده این رو به صورت یک داستان در خواب خودش میبینه این به قول خانم ثابتان که خیلی هم درست فرمودن تعبیر برای خود فرد داره چون خواب او مربوط به تجربیات و اتفاقاتی است که در زندگی او افتاده یعنی کس دیگری نمیتونه بیاد اینو تعبیر برای ایشون بکنه چون اتومبیل برای ایشون یه معنی داره فرمون یه معنی دیگه داره این هستش که این هیچ خبری هم از آینده نمیده که حالا نگران باشه که حتما سفری رو که هفته آینده میخواد بره یه خطر تصادف ممکنه توش اتفاق بیفته ممکنه اتفاق بیفته اما فقط این یک همزمانی حادثه است یا اون چه که بهش میگن کوینسیدنس یعنی این همزمانی هم ممکنه هفته دیگه که داره سفر میره یه همچین اتفاقی هم براش بیفته ولی این کاملا همزمانی بوده نه اینکه ایشون در خوابش این رو دیده و این اتفاق افتاده پس پیش‌گویی دکتر دنیای ما با احتمالات کار ببنی... میکنه نزدیک دنیای ما احتمالات نوع تصادف رو گاهی اوقات ما کاملا میتونیم ببینیم در خوابمون خیلی از شرایطی که در قرار اتفاق بیفته رو عینا میبینیم خانم ثابتان هم یه مثالی زدن گاهی اوقات ما در خواب اون چی رو میبینیم و تصویر میکنیم که سه روز بعد پنج روز بعدش عینا تحقق پیدا میکنه میتونیم بگیم شانسه ولی چقدر چقدر برای آدم های مختلفی دنیای ما با احتمالات, می احتمالات کار میکنه دنیای ما با احتمالات داره پیش میره و این احتمالاتی است که اتفاق میفته و این احتمالات وجود داره و اتفاقا خیلی هم علمی است اما یه مطلب دیگر خدمتتون میگم ببینید شما فرض کنید در مورد چشم زدن اگر بخواید باور داشته باشید شما یه اتومبیل جدیدی خریدید و الان نگرانید که آدمی که این رو دیده حتما چشم زده و خیلی هم تعریف ازش کرده پس حالا من که میرم پشت فرمون میشینم دست و بالم میلرزه برای اینکه باور من بر این است که چشمی که اون آدم زده حتما یه تصادف برای من ایجاد میکنه این باور فکری من باعث میشه اون چنان تن بدن من میلرزه که تا به حال از این جایی که میومدم به این راحتی بیرون حالا میرم به در گاراژ همسایه میزنم و تصادف میکنم و ماشینمم هم زخمی میشه این چشم زدن اون آدم نبوده این نگرانی و استرابی بوده که در من ایجاد شده به دلیل باوری که در ذهن من قرار گرفته خانم ثابتان شما هم چست زخم رو انکارش کردید ولی اینجوری که آقای دکتر تصویر میکنن گاهی اوقات نیست برگردیم از زاویه دیده یک نفری که خودش میگه که من چشمم شوره حالا این یه مثال جون چشم زخم رو شما خیلی صریح گفتید که صحت نداره اینا چجوری قابل توجیهه آقای دکتر از زاویه فردی دیدن که اعتماد به نفسش از دست میده ولی اون فردی که به این قدرت در درون خودش پی برده آیا اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده میتونه روی اشیا تاثیر بذاره چه توجیهی داره در مورد چشم, چشم زخم حقیقتش من نمیتونم توجیهی بکنم و چیزی رو که باور ندارم چطور میتونم در موردش توضیح بدم یکی از راه های اثبات هر چیزی قیاس هست یعنی من میتونم صد نفر رو بیارم اینجا صف بکنم که فال گرفتن و فالاشون درست در اومده باشه با شواهد خیلی عجب غریبی اینم یه نوع برهانه اگر من آدمهایی بیارم که از روی آتش به قول آقای دکتر حرکت میکنن و خب خرق عادات طبیعی میکنن پوست بدن انسان یک ظرفیتی داره که بعدش میسوزه ولی رو آتش حرکت میکنه و میتونه تحمل کنه نوعی از باور رو در من به وجود میاره در آتش من توضیح دارم حتما در تو خاید. این دوتا با هم فرق داره به نظر من روی آتیش راه رفتن یا شیشه خوردن اینا الان بندم یه ذره تریاک همه الان به من بدین بخورم من میمیرم ولی انسان عادت میده خودشو که اگه تریاک نخوره میمیره ولی ببینید وقتی ما صحبت از اصولا بحث خرافات یا علم یا واقعیات یا باورها یا اعتقادات میکنیم همه اینها به یه مسئله برمیگرده به نام شناخت و خود مسئله شناخت و شناخت شناسی یک بخش عمده از فلسفه رو تشکیل میده که ما ابزارمون برای شناخت چیه و چی رو میخوایم بشناسیم موضوع شناخت ما چیه موضوع شناخت معمولا کشف روابط و قوانینی نیست که در عالم هستی هست وقتی ارز میکنم عالم هستی فقط عالم مادی نیست ما یک عالم روانی داریم یک عالم معنوی داریم که غیر مادیه ولی واقعیت داره به اعتقاد من واقعیت داره و قوانینی درش حاکمه قوانین این عالم در نهایت چون عالم ماده هم حالا بخوایم بحث و فلسفی بکنیم خود ماده هم حقیقتش یک امر نامحسوس و غیر ماده است پدیدارهاش محسوسن خب قوانین این عالم یک قوانین ثابته یک نظام ثابته حالا وقتی من میخوام اینا رو بشناسم اگر موضوع شناخت من اون قوانین باشه اون را... کشف اون روابط باشه خب این میتونه یک امر واقعی علمی و عینی باشه علمی به معنای اعمش نه به معنای خاصش اما اگر موضوع شناخت من که در واقع شناخت نیست موضوع بحث من القاء یک سری قوانین وهمی به اونها باشه این دیگه اصلا بحث شناخت نیست مثلا شما فرض کنید در عالم تخیل من میام قول رو تصویر میکنم برای خودم ترسیم میکنم و میگم باور کنید من این قول رو دیدم بله قول رو دیدم ولی قول یک چیزی است که ساخته ذهنه این که یک مسئله ساخته ذهن باشه یا مستقل از من ذهن من وجود داشته باشه اینجا اون مرزه اینکه قانونی واقعا وجود داره نظامی واقعا وجود داره مشخص میشه با اینکه این نظام رو این قانون رو من دارم تخیل میکنم و میسازم برای اصلا... از... ثابتان هیچ چیزی رو انسان نمیتونه تخیل بکنه مگر اینکه مستاق مادی داشته باشه همون قول رو هم که میگی میتونه ترکیبی از موارد مختلف رو کنار هم میچینه نه نه اینطور نیست که هیچ چیزی رو آدم نمیتونه تخیل کنه مگر اینکه مبنای واقعی داشته باشه شما میایید اجزای شاخ گاو رو با دم شیر رو همین. ش... انسان و اینا رو ببینید م... همین اجزا وجود داره شما کاری که کردید ترکیبشو کردید نه همین شما ترکیب که میکنید مگه وجود و هستی یک شی مجموعه اجزا که نیست روابطی است که ما بینش برقرار میکنیم حالا اگر این روابط روابط مجازی باشه ما بهش میگیم تخیل اگر روابط عینی باشه میگیم علم اونجا این مسئله وهم و خرافات به وجود میاد که من زاده ذهنم رو میخوام یک قانون و کلیت بهش بدم آقای دکتر نظر شما چه مسئله قول رو که فرمودن باش موافق هستم ما, ما یک تصوراتی از یک مفهومی در ذهن خودمون میسازیم و تعریف میکنیم و در همین من مسئله خدا رو هم اینگونه میبینم یعنی ما بنده به خدا باور دارم که خدا وجود داره اما این رو اینگونه باور دارم چرا که در ذهن من وجود داره خلقت و خالق و آفریدگاری به نام خدا تعریف وجود داره اما توجه داشته باشیم رو خیر اما حالا توضیح میدم خدمتتون ببینید ما در مورد خدا میایم یک سری صفاتی رو تعیین میکنیم که این صفات کلا انسانی و مادی محسوب میشه یعنی در حوزه انسانیت هست من این گونه تعریف ها رو برای خدا نمیتونم قائل باشم چون خدا رو خیلی فراتر از اون میبینم که بتونه در ذهن انسان بگنجه یا حتی آیه هست که میگه مثلا خداوند هیلگرین آدم آف افراد میتونه باشه و مکرو و مکرو الله خیر الماكرین. اونجاست که واقعا ما میایم یک تعریف انسانی رو در قبال مثلا خدا میایم تعریف میکنیم ببینید یک همچین مفاهیمی رو ما با مفاهیم انسانی میایم تعریفش میکنیم یا اون مفهومی که از قول قانون ثابتان که غلطه خب حالا چرا در مورد روح یه همچین باوری نمیتونید داشته باشید که امری ورا و فرای فکر انسانی است اما ضرورت وجودی داره بحث خدا رو من به عنوان یک خدا نظر شخصی و خداباوری میگم و اگرم یک نفر اینجا بشینه و بگه که من با شما مخالف هستم چون در هیچ حوزه علمی ما نمیتونیم ثابتش کنیم من نمیگم ایشون درست میگه نمیگم من درست میگم این یک باور شخصی است نسبت به مسئله خدا اما روح رو مطلقا هیچ دلیل علمی نمیتونم براش پیدا بکنم الان آقای دکتر چون خدا باور بودن یه جاییشو پذیرفتن حالا یک کسی ممکنه روح باور باشه یه چیزایی دیگری اضافه بکنه و یک آدمی رو هم داشته باشیم که فال باور باشه و یک چیزایی رو وارد این هیته بکنه شاید اینجاست که مرز خرافه رو تعیین میکنه چقدر به اون استناد میکنید برای اعمال و رفتارتون این تعبیر درسته خانم ثابتان هر اون چیزی که مستقل از تخیل و ساخته و پرداخته ذهن من نباشه عینیه ولی هر اون چیزی که از ساخته ذهن من باشه فقط در محدوده ذهن من وجود داشته باشه خارج از محدوده ذهن من وجود نداشته باشه یعنی اگر منو از این عالم بگیرن دیگه اون چیز وجود نداشته باشه من به این میگم ساخته پرداخته ذهن من به این میگم خرافات من به این میگم وح یه جاهایی ساخته پرداخته ذهن من نیست من درکم و شناختم برداشت و انتظاری از اون چیزهایی که در عالم هستی عالم مستقل از من نظام مستقل از من وجود داره حالا این میتونه یک سری قوانین معنوی و معقولات باشه مثل قوانین ریاضی مثل قوانین عقلی مثل شناخت شهودی از راه دل میتونه اینا باشه شعر میگه یه طرف یه فردی شعر میگه ولی شعرش با قوانین عالم هستی میخونه با نظام عالم هستی میخونه این معلومه که شعر این آدم مبنای واقعی داره واقعی نه به معنی مادی واقعی به معنی وجود مستقل از ذهن من ولی یه جایی طرف اینطور نیست این اون نقاشی که ونگوگ میکشه اون تخیلشه منم بهش نمیگم وقت چون خودش باور داره تخیله ولی اگر بخواد این قانون رو اینو به شکلی یه قانون در بیاره القا کنه به عالم واقعی ما بهش میگیم و وهمه میگیم تو میخوای اوهام و خرافات تو القا کنی به این عالم سپاسگزارم اگه اجازه بدید توقفی داشته باشیم دوستانمون با راه های تماس با ما آشنا بشن برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم تا چند لحظه دیگه در خدمت شد. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. راه های تماس با بازتاب ایمیل اینفو ات پرژن دو با پیش شماره دو سفر یک همچنین در صفحه فیسبوک بازتاب هم می توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه ها استفاده کنید. کانال یوتیوب، تلگرام و همین طور، وبسایت پرژن بی ام ایس راه های دیگر دسترسی به برنامه های ماست. خب جانب روحی بحثمون ادامه بدیم شما خدا باور بودید ولی اینکه هر کس دیگه هر چیز دیگه رو اضافه بکنه انکار میکنید. چه فرقی داره بین اینها؟ البته لابلای صحبت تو خیلی کوتاه چون نمیخوام جنبه های علمی شو بیشتر بپردازیم راجع به اینکه فرمودید افرادی که رو آتیش را میرن هم توضیحی براش از اونم بفرمایید بله یه بحثی مطرح شده بود راجع به آقای آنتونی رابینز که یه سری تمرین هایی رو انجام میدن که اینا از رو آتش رد میشن و این رو گفته میشه که با توجه به استفاده از نیروی فکر خودشون دارن بر پاهاشون یا بر پوستشون غلبه میکنن و درد رو از بین میبرند و غیره که البته اینها هم بازی مقداری بازی هست با قوانینی که در طبیعت ما موجوده شما فرض بکنید یک اجاق فری رو که روشن هست و حرارت خیلی بالایی هم داره شما شاید دستت رو داخل این بتونی بکنی و نگر داری یک چند ای نگر داری و دستتون هم مثلا نسوزه بر اینکه این با هیچ وسیله ای که حرارت رو انتقال میده تماس پیدا نمیکنه ولی به محض اینکه این دست شما به اون لایه فلزی اون فر و اجاق گاز بخوره حتما میسوزه و حتما جا میفته و حتما درد بسیار بدی رو داره این به خاطر اون رسانا بودن اون جسمی است که شما دستتون رو میگذارید در این تمرین هایی که از روی آتش رد میشن اینها قبلش پاشون رو, رو روی یک چمن های خیسی میگذارن و از اونجا عبور میکنن یعنی یک آبی بین لایه پوست پاشون و اون زغال یا اون حرارتی که اونجا اون تو اون سطح وجود داره ایجاد میشه و این با استفاده از قانون و نظم موجود در طبیعت این رو به انسان القا میکنه که من دارم از روی آتش رد میشم ولی پای من نمیسوزه شما هم میتونید این کارو بکنید بله این کارو خیلی خیلی ها کردن من واقعا افرادی رو دیدم و باشون صحبت کردم که این کار انجام دادن اما قبلش از یک سطح خیس چمنی رد شدن و بعد از روی این حرکت کردن و از اون بر آمدن بیرون بدونی که اون حس رو داشته باشن چون که این لایه باعث شده که اون رو حس نکنن یعنی افرادی که میرن اینجا با یه باوری بهشون یاد میدن که شما چجوری میتونید حق بازی بکنید و اونا هم باور میزنن که به حق بازیه کاری که در فا... فالگیری و طالبینی و مسائل اینگونه داره عمل انجام میشه خب حالا در مورد سوال اصلی من که این بود شما بفرمایید چطور دیگران رو راه رو براشون میبندید که به روح باور داشته باشن به حتی تا به مراحل مثل فال باور داشته باشه ولی خودتون خدا باور ببینید ما زمانی که هستش که ما میگیم خیلی خوب من به خدا باور دارم چون به عنوان یک خالق و آفریدگاری که در ذهن من میگنجه باور شخصی من بر, بر این هستش که یک خالقی و یک آفریدگاری دنیا رو بر اساس این نظم موجود خلق کرده است اما نمیام از این خدا بخوام حالا ای خدا من که تو رو باورت کردم و حالا دارم دعا میکنم شب که من میخوابم یک کیسه پول زیر بالشت من بگذار اما افرادی که فالگیری میکنن و طالبینی بینی می میکنن همچین چیزهایی رو میخوان یعنی اونها میان برخلاف نظم موجود در طبیعت تغییراتی رو ایجاد بکنند چیزهایی رو به وجود بیارن یا پیش بینی هایی بکنن که در آینده قرار تو یه ماشینی بخری سفید رنگ باشه چارتام تام در داشته باشه و این ممکنه بر اساس احتمالات اتفاق بیفته و در اکثر موارد هم اتفاق نمیفته اما طرف پولش گرفته و رفته این دوتا خیلی با هم فرق میکنه یعنی یه چیزی رو شما میخواید به ازش استفاده بکنید که به اصطلاح در نظم موجود در طبیعت تغییر ایجاد بکنید و یا یک باور شخصی است که برای خودتون دارید ولی هیچ تغییری هم ازش انتظار ندارید که براتون انجام بده آقای دعوتی بسیاری از اقداماتی که بشر داره انجام میده برای اینکه قوانین طبیعی رو لاقل اون که ازش میفهمه تغییر بده بر اساس نظم ها و قوانین طبیعت درسته ببینید در واقع اون جایی که انسان سعی میکنه قوانین عالم هستی رو بشکونه بشکونه نه به من اینکه کشفش کنه مقابلش وایسه دچار مشکل میشه اون جایی که سعی میکنه همسو و همراه از قوانین عالم هستی رو کشف بکنه و راه خودش رو از میان اون قوانین پیدا بکنه اونجا بهش میگیم علم شما آلودگی هوا رو ببینید انسان در این مورد سعی میکنه خلاف نظام عالم هستی حرکت کنه گیاهی که قراره برای انسان اکسیژن بیاره هوا رو تازه کنه میاد همه جنگلا رو میزنه میبره نتیجه چی میشه نتیجه آلودگی هوا میشه نتیجش این کارخونه هایی که ما شروع میکنیم درست کردن اینا میشه چی نتیجه نتیجه میشه اون اوزون و شکستن و گرما و همه این مصیبت هایی که الان داریم ببینید ما در واقع علم کارش این نیست که مقابل قوانین عالم هستی وایسه علم کارش کشف قوانین هستی است و پیدا کردن راههایی برای دستیابی به آسایش من علم فیزیکی رو میگم دستیابی به راههایی برای دستیابی به آسایش جسمانی از میان این قوانینه قوانین عالم هستی همش که شما دارید میگید برداشت های ماه یعنی الان ما چون الان داریم برداشت میکنیم شاید اگر 200 سال پیش بود، 300 سال پیش بود ما می آمدیم می که قانون هستی اینه که جاذبه زمین بشر رو روی زمین حفظش بکنه اما بشر خلاف این قانون عمل کرد حالا میگید که دوباره از قوانین جدیدی استفاده کرد که این قانون رو خرق کرد ولی به خاطر اینکه ما الان میدونیم اشراف داریم بهش این تعبیر رو میکنیم اتفاقا اون زمان شاید خیلی از آدما میومدن آدم میگفتن نکن آقا این کار بشر ساخته شده برای اینکه رو زمین رابره. بره اگر که قرار بود طبیعت براش بال میذاش تو چرا داری هوا ما درست میکنی الان که ساخته شده ما تعابیر علمی ازش میکنیم همه اینها به خاطر اینه که ما آگاهی کامل نداریم چه بسا حس ششم که الان یه مقداری بهش دارن صحت میبخشن مثلا یا یه چیزهایی در بشر وجود داره که ما الان نمیدونیم الان داریم انکارش میکنیم به خاطر ناآگاهیامون ولی چند روز دیگه اینا آشکار صحبت سر انکار این نیست ما نمیگیم ببینیم من الان میگم یک علمی به نام روانشناسی ماورا طبیعه هست که این داره تحقیق علمی میکنه تحقیق عینی میکنه بحث سر اینه که ما یه موقع تحقیق پیدا میکنیم میخوایم قانون رو کشف کنیم و یه موقع من میخوام اون تخیلات ذهنی خودم اون ملاکی که من عرض کردم خدمت شما اینکه یه چیزی مستقل از من وجود داره یا اینکه نه ذهن منه شما وقتی میگی علم برداشت منه نه علم برداشت من نیست علم اون چیزیست که من در قوانین پیدا کردم و ابرازش میکنم البته که من توی اون اصلایی که عرض کردم خدمتتون گفتم گفتم یادمون باشه همه چیز در عالم نسبیه هیچ چیزی مطلق نیست خود علم هم مطلق نیست اما مطلق نبودنش و نسبی بودنش به این معنی نیست که من دامن بزنم به برداشتهای شرف، به زاده های ذهنم و بیام بگم نه من اینا رو بیشتر القا میکنم ببینید اینا دو تا چیز متفاوته هر قد ما میخوایم علمیتر عینیتر و بهتر کلمه واقع بینانه چه واقعیات معقول چه واقعیات محسوس من میخوام واقع بینانه تر عمل کنم بهتر هست که من زاده های ذهنی خودم رو قاطی اون نکنم هر قد چیزی تحت تاثیر زاده ذهنی من باشه متکی به وجود من باشه اون امر واقع بینانه نیست خرافاته هر قد چیزی نسبیه هر قد چیزی مستقل از من وجود داره ببینید چه من باشم در این عالم چه نباشم چه من کشفش بکنم چه نکنم یه چیزی به نام میکروب وجود داره که وقتی این میکروب وارد بدن انسان میشه در بدن انسان فعل و انفعالات ایجاد میکنه اینا نظام هستیه که بهش بی میگیم بیماری بیماری انسان میشه چی میشه اون اثراتی که میکروب روی بدن انسان داره حالا من باشم یا نباشم منظورم ذهن منه باشه یا نباشه این اتفاق میتونه بیفته بله. بله ولی علم هم قابل تکرار شدنه شما علم رو و یک قاعده علمی رو بارها و هزارها بار تکرار میکنی و همون نتیجه رو ازش میگیری این تعریف علم در غیر این صورت یک مسئله علمی نخواهد بود دو, دو تا پرتقال با دو تا سیب رو که با هم دیگه بشمرید همون چهارتا در میاد هیچ وقت امکان نداره شما اینها رو بشمونی و یه دفعه پنج تا در بیاد یعنی این قاعده علمی رو شما بارها و بارها قرار تکرار بکنی و همون نتیجه رو بگیری اما چند تا فال قهوه گرفته شده که همه آدم ها همون فال قهوه که بهشون رفت گفتن رفتن و تو زندگیاشون انجام شده و به حقیقت پذیرفته اگر یه همچین اتفاقی بیفته خب اون رو میتونیم ما علمی بدونیم ولی هیچ بار همچین اتفاقی نیفتاده ممکنه یک دونه دو تا اون هم بر حسب همون اتفاقی که بنده خدمتتون عرض کردم این اتفاق افتاده باشه ولی بیشتر از اون اتفاق نمیفته ما،, ما نمیتونیم اون رو بارها و بارها تکرار کنیم و این همون نتیجه رو بگیریم در نتیجه علمی نخواهد بود این که ما نمیگیم علمی نیست معنیش نیست که واقعی نیست آره با قوانین علمی جور در نه, نه فالگیر نشسته این کار انجام داده اون واقعیت رو داره پولم گرفته نه نه یعنی اینکه تحققش و فرایندش رو داریم میدون. اگر چیزی زاده ذهن منه این فقط در محدوده ذهن منه لزوما مبنای واقع بینانه نداره ولی اگر چیزی چه من من انسان حالا من فالگو هم پیش چون چه خواب دیدم رویا دیدم این مسئله وجود داشته باشه و تکرار بشه و قانونمندی داشته باشه چه من باشم شما میبینید هر جا محبت نیست اختلاف و نزاعه این یه قانون معنویه حالا چه من باشم محبت بکنم چه من محبت نکنم نفس به شکل یک قانون مستقل از وجود انسان عدم محبت اختلاف میاره احساسات منفی میاره ولی اینو نمی... این ما میگیم یه قانون معنوی اینو بهش میگیم یک اصل واقع بینانه ولی من نمیگم که هر جا طرف من خندید من احساس انرژیک کردم تازه اینم نیست واقعا مثال درستی نبود که زدم من دیشب خواب دیدم روح القدس اومد به خوابم گفت تو برو فردا میتونی فلان کارو بکنی منم حالا میرم فلان میکنم بر چه اساسی مگر اینی که گاهی اوقات اون چیزی که حالا من یه مقدار حاشیه برم در, در رویای من هست اون چیزی که در ذهن من گذشته برداشت من نیست به همین دل من رویا رو حتی دو قسمت کردم گفتم رویا یه موقع بر اثر نیازها و خواسته ها و انگیال من به وجود میاد یعنی ذهن منه با ساخته و پرداخته ذهن منه یه موقع نه واقعیاته که من از اون بالا فقط تونستم ببینم من چیزی رو نساختم نپرداختم من فقط رفتم تونستم به یک ارتفاع بالاتری دست پیدا بکنم و اونو ببینم همین نه اینی که من اومدم ساختم و دلم خواسته که اینطور باشه ما خیلی از اوقات رویاه ها رو میبینیم که اتفاقا خلاف خواستمونه غیر از اونهایی که با تایید صحبت جناب رعوفی که تس طبقه بندی های بایگانی و محفظه ذهنیم هست اونا رو من الان با نمیکنم بذارید هاشیه نرم الان به رویا نچسبیم ولی بحث به نظر من کلید اینجاست اگر چیزی مستقل از من وجود داره خرافات نیست اوهام نیست اگر چیزی ساخته پرداخته ذهن منه و من رو از او بگیرن دیگه اون وجود نداشته باشه اون خرافات این مرزش شما با این مرز موافقه دقیقی مرزش رو من بیشتر علمی میبینم یعنی زمانی که ما نمیتونیم اون رو بارها تکرار بکنیم و همون نتیجه رو بگیریم این یک مسئله خرافی است که و ساخته و پرداخته ذهنیت انسان هایی است که به هر حال به نوعی دنبال یه چیزی هستند خیلی از مسائل خرافی هم جهت این هستش که به انسان آرامش بده انسان رو آرام بکنه بسیاری از سوالاتی رو که ما نمیتونیم براش جواب پیدا بکنیم اساسا میریم سراغ خرافه برای اینکه لاغر یک جوابی بهمون به میده یه چیزی میتونه دستمون بده که خود آرامش بهمون همون بده اونجاست که اون خرافه داره یه برای ما کار میکنه علت اینکه سالها و قرن که خرافه کار کرده همین آرامش است یعنی انسان هایی که در پیدا کردن آرام مشکل داشتن به سراغ فالگیر و نمیدونم قهوه خون و کف بین و طالع بین رفتن که به نوعی یک تعریفی دستشون بده که با این تعریفی خود خیالشون راحت تر باشه یعنی آدم های نگران و استرابی رو آدم های بیشتر خرافی میتونیم ببینیم شما میتونید کاملا با این حرفا مخالف باشید و نظرات مخالف خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی و راه های تماس با ما در میون بذارید این بحث رو حتما اونجا ادامه بدید تا برنامه آینده و موضوع دیگه خدا نگهدار همین مرسی سپاس